حقوق بشر مردم ایران هرچند که هر روز هزاران بار توسط رژیم آخوندی نقض میشه، اما مقاومتی هست که پیوسته با فعالیت‌های گسترده بین‌المللی و افشاگری‌های بی‌امان چه در دادگاه‌ها، چه در پارلمان‌ها و مراجع سیاسی و حقوق بشری بین‌المللی تا اونجا که تونسته بخشی از چهره این دیکتاتوری خون‌آشام رو معرفی کنه. از این رو شاهد هستیم که به رغم سیاست مماشات عمومی حاکم بر کشورهای بزرگ برای ارتباط با همین رژیم، نقض شهید حقوق بشر در ایران به عنوان موضوع اصلی نگرانی‌های بین‌المللی تبدیل شده. در برنامه امروز همراه هستیم با خانم سیمین نوری از فرانسه تا به این موضوع بپردازیم. سلام می‌کنم به شما خانم نوری، خیلی خوش اومدید به برنامه روی خط ایران. سلام می‌کنم به شما و بینندگان عزیز، و اگر اجازه بدین همبستگی اعضای انجمن زنان فرانسه ایرانی در فرانسه رو خدمت همتون و هموطنانم بگم. همبستگی صادقانه ما با قیام آفرینان و این که سعی می‌کنیم تا اونجایی که ممکنه صدای اونها باشیم. بله، درود بر شما و انجمن زنان ایرانی در فرانسه. خانم نوری، شما بفرمایید آخرین تحولات در زمینه محکومیت‌های حقوق بشری رژیم آخوندی در سطح بین‌المللی به چه صورتی بوده؟ بعد از گزارش جامعی که جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره نقض فاحش حقوق بشر در ایران در تاریخ 26 اسفند ماه سال گذشته به شورای حقوق بشر ژنو ارائه کرد، گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل رو داریم که در 9 فوریه 1401 منتشر کرد و در پی آن نتیجه تحقیق این سازمان در 23 فروردین رو داشتیم که بسیار جالب بود و به 96 مورد به مرگ کشاندن عمدی زندانیان در ایران پرداخته بود. بعد از اون گزارش‌های سالانه وزارت خارجه آمریکا در 24 فروردین امسال و اتحادیه اروپا در 30 فروردین امسال رو داشتیم که یکی بعد از دیگری از شمار بسیار بالای اعدام‌ها، محدودیت‌های سنگین آزادی‌ها، انواع اقسام آزادی‌ها و نقض حقوق شهروندان به ویژه زنان و دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی و سرکوب اعتراض‌های مردم از جمله در خوزستان اظهار نگرانی کرده بود. اما یک گزارش جالبی هم وزارت خارجه آمریکا به کنگره آمریکا در 22 اردیبهشت ماه فرستاده، یعنی ارائه کرده، که درش یک فهرست بروز شده ای از افراد، ارگانها و نهادهای مشخص شده توسط وزارت وزیر خزانه داری آمریکا که مسئول یا همدست در موارد نقض حقوق بشر در ایران هستند و ارائه داده، که افرادی شامل تحریم ویزا میشن و یا اینکه اموالشون مسدود میشه. از جمله میتونم خیلی سریع نام محمود علوی وزیر اطلاعات، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری، رحمانی فضلی وزیر کشور، عراقی معاون فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران و چندین تن از فرماندهان سابق سپاه پاسداران جزء این فهرست هستند. علاوه بر اون دادستان کل تهران، عباس جعفری دولت آبادی، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب محمد مقیسه، قاضی معروف و جانی معروف، عبدالقاسم صلواتی، قاضی و رئیس دیگه جنایتکار، و از جمله چیزی که دل ما خیلی خنک شد، سغرا خدادادی، مدیر زندان قرشکه. این خانم بسیار زندانیان سیاسی زنان رو در این زندان آزار داده، بسیاری از زندانیان سیاسی زن مورد حمله همسلول‌هایشون قرار گرفته و این خانم حتی آنها رو تشویق کرده. از جمله در این فهرست میتونیم از نهادهایی مثل سپاه پاسداران، نیروی قدس،
نیروی بسیج، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات و امنیت، انصار حزب الله، لشکر فاطمیون، تیپ زینبیون، سازمان زندانهای تهران، رجای شهر، اوین، تهران بزرگ، قرچک، عادل‌آباد و و و یک فهرست بسیار طولانی است. و در آخر میتونم از گزارشی که در بیانیه پایانی نشست گروه هفت در برلین به تاریخ 14 می، یعنی هفته پیش صادر شد، هفت کشور عضو این گروه یعنی کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده و همچنین نماینده عالی اتحادیه اروپا اظهار عمیق نگرانی کردن از ادامه نقض حقوق بشر و تخلفات در ایران، از جمله مواردی که بر اعمال حق آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز، آزادی تشکل، آزادی مذهب یا عقیده، آزادی بیان تأثیر می‌گذاره. اتباع خارجی و دو تابعیتی صحبت کردند که با دستگیری‌های خودسرانه، بازداشت، حبس‌های طولانی مدت مواجه میشن و خواستار آزادی اونها شدن. این تقریبا آخرین گزارش هایی که تا حالا داشتیم. بله خانم نوری، یک سوالم دارم. تا اونجایی که شما خودتون شاهد هستین، فعالیت های حقوق بشری هواداران مقاومت به چه صورت هست و چه عرصه هایی رو در بر میگیره؟ لطفا در این رابطه یک مقدار برای ما توضیح بدین. البته این خیلی زمان میخواد، برای اینکه فعالیت دوستان و یاران به قدری وسیع و گسترده است که باید میشه ساعت‌ها ازش صحبت کرد. من قبل از اینکه اینو بگم میخواستم یه چیزی رو به شما بگم. انجمن ما بیشتر از 20 ساله که فعاله در مسائل حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان و دختران در ایران. یادم میاد که 20 سال پیش ما در پاریس غرفه داشتیم جلوی شهرداری بزرگ پاریس و اون موقع تمام کارهایی که الان شاید خیلی کامل تر می کنیم به طور شاید ناشیانه تری انجام می دادیم. از عکس و سند و اینها آفیش آویزون می کردیم در این غرفه ها و من یادم هستش که چندین انجمن زنان و حقوق بشر در اون عهد می آمدن و به ما رو تهدید میکردن که شما دارین آبروی وطن رو، آبروی ایران رو میبرید. برای من خیلی جالبه که چندین تن از این آدم ها و انجمن ها حالا خودشون ادعای فعال حقوق بشری دارن. در اینجا باید بگم که سال هاست که ما به گردآوری تقریبا روزانه اخبار میپردازیم، سعی میکنیم اخبار مستند باشه، عکس، فیلم، سند، مدرک از سرکوب و جنایت‌های رژیم جمع‌آوری و گردآوری میکنیم، وضعیت زندانی‌های سیاسی رو دنبال میکنیم. البته این کار من نیست ها، تمام هوادارانی که در این رشته فعال هستن این کارو میکنن. تنظیم این مدارک، ارائه اونها به نهادهای بین المللی حقوق بشر، رسانه ها و نشر اونها در شبکه های اجتماعی یکی از کارهاست و در کنار اینها تماس و دیدار با نمایندگان هر حوزه‌ای که زندگی می کنیم، با شخصیت های سیاسی، فرهنگی، با نمایندگی های حقوق بشر کشورهای مختلف در ژنو و همه اینا برای روشنگری و ارائه اطلاعاتی هستش که اینطور گردآوری شده و خودتون دیدین و بارها در برنامه های سیما هممون دیدیم تظاهرات واقعا بی‌وقفه هواداران مقاومت در تمام جهان که پا به پای مردم و در حمایت از خیزش های مردم ما هر روز شاهدش هستیم. و در پایان میخواستم بگم که مطمئن باشید که اراده هواداران مقاومت برای رسوندن صدای زنان و مردان ستمدید ایران که واقعا به پا خواستن و همچنین فعالیت های کانون های شورشی در سراسر جهان، مطمئن باشید که ما راسخ هستیم و
در کنار این وقتی من هیجان و فعالیت های هوادارا رو میبینم، فکر میکنم این میزان عشق به ایران واقعا قابل تحسینه. بله، درود بر شما خانم نوری. شما به یک فاکت اشاره کردین، اون زحمات و تلاش هایی که در سالهای گذشته می کشیدید و راه را هموار کردید، باز کردید و الان بسیار دیگر اومدن در همون ادامه مسیر شما و این تلاش ها و زحمت ها هست. همین شماهایی که این کارها رو کردین حتما بقیه مسیر رو همینطور که الان گفتین به بار خواهید نشون و به بار خواهد نشست با تلاش شما و سایر نیروها در داخل ایران. با سپاس از همراهی شما. خیلی ممنون از شما.